صندوقچه را کجا پنهان کرده بودی بهلول؟ در خرابه مجاور دکان پاردوز. تو اطمینان داری که پاردوز صندوقچه را بوده است؟ اطمینان دارم جناب قاضی، اطمینان دارم. از دکان پاردوز روزنه ایست به خرابه، لابد از همین روزنه پی به محل صندوقچه برده و آن را به چنگ آورده. برای اثبات هر جرمی ارائه مدرک لازم است. داری؟ شاهد چه شاهدی داری؟ ندارم. جناب بهلول، هر جرمی با ارائه مدرک و گواهی شهود به اثبات میرسد. تو هیچ کدام را نداری. چگونه ادعایت را به اثبات میرسانی؟ جناب قاضی، در این دیار کیست که پاردوز را نشناسد و از خود او نیرنگ او در امان مانده باشد؟ ارائه مدرک و گواهی شاهد چه لزومی دارد؟ اینجا محکمه است جناب بهلول. نه کسی را فی‌الواقع مجرم میشناسد و نه مجرمی را بی جهت تبرئه میسازد. ما به عدالت رأی میدهیم بهلول. بر منکرش لانه، من هم برای احقاق حق و اجرای عدالت به محکمه آمدم جناب قاضی. بدون هیچ مدرک و شاهدی بر جور چاره چیست؟ مجرم نابکار مدرکی از خود به جای نگذاشته. چه کنم؟ دستم خالی است. تو را در به دست آوردن مدرک ناتوان نمی بینم بهلول. به یقین در این دعوا نیز همچون همیشه بهلول غالب است و دیگری مغلوب. امید به خدا به تلاش خواهم پرداخت تا چه پیش. ویرانه جای پنهان کردن گنجینه نیست برادر، در خانه پنهان میکردی؟ در خانه آمد و شد فراوان بود. آدم های جور و جور میامدند و میرفتند، میامدند و میرفتند. نمیشد اعتماد کرد. تصور کردم که ویرانه جای امنیست. ویرانه جایگاه تراران است بهلول. چطور نمیدانستی؟ بخت با تو یار بوده که اندوختت به سرقت نرفته. از کجا معلوم؟ اگر دست برد زده باشن چه کنم؟ علاج واقع را قبل از وقوع باید کرد. اون چه باید بشود خواهد شد. از بابت گنجینه‌ای که در ویرانه مجاور پنهان نمودم خیالم آسوده است. اما گنجینه های دیگر را نمی دانم. باید فلفور چاره‌ای بیندیشم. گنجینه های دیگر؟ مگر چند گنجینه است بهلول؟ 4 صندوقچه پر از سکه های تن. خانت آباد بهلول. این همه سرمایه را چگونه به دست آوردی ها؟ با عرق جبین؟ با عرق جبین برادر؟ چه خیال کرده ای؟ هیچ هیچ، خدا کند دست ناحل نیافتد. بگو ببینم گنجینه های دیگر را کجا پنهان کردی ها؟ از اسرار هست برادر، چگونه بگویم؟ مرا امین نمیدانی؟ بیم آن دارم که نامحرمی گوش سپارد و پی به اسرار برم. اینجا به جز من تو احدی نیست. واهمه به خود راه مده. بگو ببینم، بگو. مرا معذور بدار برادر، تمام سرمایه زندگی هم همین 4 صندوقچه است. اگر از کف برود راه به کجا برم؟ اگر نصیب تراران شد چه؟ آنگاه راه به کجا خواهی برد ها؟ چطور از همه را یک جا جمع کنی؟ فکر پسندیده است. اگر یک جا جمع بشود نگهداری از اون هم آسان تر است.
ظاهراً ویرانه مجاور جای ناامنی نیست، علل خصوص که به دکان شما راه دارد و میتوان آنجا را تحت نظر داشت. چاره کار همین است. از صاحب برو و دیگر صندوقچه ها را بیاور تا همین جا پنهان کنیم. کنار دست خودمان باشد امنیتش بیشتر است. اگر صلاح بدانی ابتدا به صندوقچه که در ویرانه مجاور پنهان نمودم سری بزنم، آنگاه به سراغ صندوقچه های دیگر برم. خیر خیر، تأخیر در این امر مجاز نیست. امکان دارد در این فاصله کار از کار بگذرد. از بابت آن صندوقچه خیالت آسوده باشد، من مراقبم. حال تعجیل کن که غفلت موجب پشیمانی است. تعجیل کن، تعجیل کن. روز روز من است. حتی در خواب هم نمی دیدم که بولول با دست خود دار و ندارش را به من بسپارد. حال باید صندوقچه را به ویرانه باز کردنم تا خیال کند که جای امی را یافته است. باید تعجیل کنم، باید تعجیل کنم. این هم مدرک، باورتان شد؟ بالون حقا که معرکه، باورم نمیشد، باورم نمیشد که به این سهولت بتوانی از پس پاردوز برایی. اخفال پاردوز چندان هم آسان نبود جناب قاضی. لطف حق یارم. البته مخارجی هم در بر داشت. چه مخارجی جناب بهلول؟ تأمین چهار صندوقچه جناب قاضی. چهار صندوقچه خالی در مقابل یک صندوقچه پر از زر، واقعا مقابله پرمنفعتی است. عجولانه قضاوت کرد جناب قاضی، عجولانه قضاوت کرد. صندوقچه ها چندان هم خالی نبود. چطور خالی نبود؟ آنها را پر کرده بودم جناب قاضی. از زر؟ خیر قربان، از خاک. پس پاردوز را چندان هم بی نصیب نگذاشته ای. دیدن قیافه پاردوز پس از گشودن صندوقچه ها واقعا تماشایی است.